پیام یک روحانی از زندان به مجاهدین و طواف کنندگان کعبه به مناسبت اربعین شهدای اشرف و عید قربان. بسم الودود المستعان، بسم رب صدیقین و المجاهدین. شما حج ما، قربانیان ما و فدایان ما هستید. به مسلمانانی که در این ایام فرخنده از سراسر جهان به زیارت خانه خدا می روند و دور کعبه طواف می کنند، مسیر میان صفا و مروه را می پیمایند، در عرفات توقف می کنند و بعد از منا به رمی شیطان می پردازند و سرانجام برای تقرب به خدا قربانی می کنند. آری، این ندای حق است که به پیامبر می فرماید مسلمانان سراسر جهان را به برگزاری مراسم حج فرا بخوان، حجی که بنیانگذار آن ابراهیم خلیل است. در دوران خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله، مردم بعد از اجرای مراسم حج به توبه از گناهان و تلاش برای مقبولیت اعمالشان می پرداختند و وجود خود را مثل نخستین روز تولد پاک می ساختند، بدون گناه اما با اجر و نیکی حج، و بدین ترتیب پنجمین ستون اعتقادی اسلام را برگزار می کردند. ای مسلمانان، بدانید که خداوند در کنار فریضه حج به یک فریضه بزرگ دیگر نیز فرا خوانده است و آن جهاد در راه اوست. جهاد در راه مردم و میهن بر علیه ستمگران و تبهکاران، کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان جهاد کردند، جایگاهی والا نزد خداوند دارند و اینان رستگاران هستند. آری، جهاد در راه خلق و میهن علیه ستمگران امری واجب است و فضیلتی بسیار بزرگ دارد و خداوند به آن پاداش نیکو می دهد. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، زیرا مجاهدین خلق اصل و مبنا، جوهر و تاریخ، حال و آینده حقیقی ایران هستند. مجاهدین در برابر ستمگران و تبهکارانی که کشور و مردم ایران را به فقر و زندان و قتل و سرقت و تخریب دچار ساختند، قد برافراشتند. آنها به ندای جهاد واجب در راه وطن آری گفتند و در صحنه فدا و جهاد و جان‌نثاری در راه عزت و افتخار ایران حاضر شدند. پس ای مسلمانان، به سوی اشرف و لیبرتی حج کنید و در مسیر اشرف و لیبرتی طواف و رهنوردی کنید و در عرفات اشرف و لیبرتی توقف کنید و به شیطان بزرگ خمینی نه بگویید و نظام او را تا ساقط شدنش رم کنید و بر روح خمینی لعنت بفرستید و مجددن به شیطان جایگزین او خامنه ای نه بگویید. به سوی او سنگ نه و نفرت پرتاب کنید و بر این قاتل ملت ایران فریاد ننگ و نفرین سردهید. و سومین شیطان، یعنی نظام ولایت فقیه و تمام مزدوران و مشتریانش، به ویژه قاتل مجرم مالکی و نصرالله و اسد را رمی کنید. همصدا با مجاهدین خلق فریاد برآورید که خداوندا از خمینی و خامنه ای و همدستان ستمکارش انتقام بگیر. در دهم شهریور خداوند ستارگان تابناکی از مجاهدین را به ضیافت خیش فراخواند
و به سوی اشرف که حج افتخار و سربلندی و شهادت و پیروزی است برد. آنها دور کعبه شرافت ایران طواف کردند و به سوی نگاهبانی از خلق ایران راه سپردند و در برابر تبهکاران ایستادگی کردند و تسلیم نشدند. اشرفی ها پرچم پر افتخار مقتدای خود امام حسین را برافراشتند و بر خامنه ای خروشیدند که هیهات من نزله. آنها جان خود را در قربانگاه حق و آزادی فدای مردم ایران کردند و خداوند عزوجل آنان را انتخاب کرد تا به تبهکاری خامنه ای علیه ایران و خلق آن گواهی بدهند. آنان را در زمره یاران سید الشهدا امام حسین علیه السلام گرامی داشت و پاداش حج و جهاد و هجرت بخشید و پایان زندگی دنیویشان را با شهادت و پیروزی و محشور شدن با امام حسین رقم زد. در اربعین شهدای حج اشرف خطاب به آن شهیدان والا مقام میگوییم عزت جاودانه و کرامت ابدی بر شما مبارک باد. شما حج ما، قربانیان ما و فدائیان ما هستید. پاک و پاک کننده است خاکی که شما در آن مدفون شوید. پس ای کاش ما هم با شما بودیم و رستگار می شدیم. سلام بر شهیدان اشرف در بهشت جاویدان، آنجا که شکوه آن توصیف ناپذیر است. با آن شهیدان بیگناه افتخار آفرین تجدید پیمان می کنیم و سوگند می خوریم که به عهد خود وفادار خواهیم بود و راه شما را ادامه خواهیم داد و پیرو رهنمودهای رهبرمان برادر مسعود و خواهر مریم خواهیم بود. به خامنه ای جنایتکار می گوییم که ما در سخت ترین شرایط هم مبارزه علیه تو را ترک نخواهیم کرد و به این پیکار تا شهادت من یا هلاکت تو و سقوط حکومتت ادامه خواهیم داد. امضا محفوظ.